خب بریم اول یه پروژه رو دانلود بکنیم. من CMD رو بگیرم و CD دسکتاپ داره به مانیتپ و دی آی آر. خب میام اینجا می‌نویسم لاراول نیو هرچی خودتون دوست دارید میتونیم بنویسیم. بنویسیم جلسه چی بنویسیم مطابق از بده یه اسکرین بنویسیم فعلا چون بره دانلود تا دانلود بشه و ببینید ورژن آپدیت شده 8.5 یه هشت هنوز تغییر نکردن به اون صورت ولی خب ان شاء الله یه سری چیزا تو اتنتیکیشن اضافه شده. حالا ما تو اتنتیکیشن هاشو بررسی میکنیم، بحثای همون لایو وایر رو اینا ازش بگیم، همون لایو وایر رو بررسی بکنیم، توی لایو وایر بحث اتنتیکیشن رو اونجا بررسی میکنیم که یه فریم ورک جاوا اسکریپت داره به نام همون لایو وایر، یه فریم ورک سی اس اس هم اضافه شده به نام تایل وین سی اس اس. اینا رو میتونید برید اضافه بخونید، یعنی بر اساس اینکه بوت استرپ اومده مثل فریم ورک سی اس اس ازش، تایل وین هم هست. تایل وین اصطلاحا ما بهش میگیم سی اس اس پیور، همه چی کلاس هاش هست و اینکه شما تلفیق کلاس هاش میاد میسازید یه چیزی شبیه مثلا به بوت استرپ، یا سی اس اس اضافه است میتونید برید سراغش و یاد بگیرید، میتونید هم نرید، یعنی الزام هم نرید، اما حتما باید دارم یاد بگیرم. نه پروژه هایی که انجام میدیم لزومی نداره حتما تایم اینو یاد بگیرید، اصلا احتیاج هم نیست اصلا تو مغزتون دیتا های اضافی رو بزنید، ولی خب اگه تایم داشتید بد نیست. خب بکنم میگیم حالا اگه تایم بشه همه اینا رو بررسی میکنم. خب ایشون دانلود شد و اومد بالا و من یه دی آی آر هم رو فهم زد و دی آی آر هم رو میزنم، دیدم که اسپرینگ تشریف دارن و سی دی اسپرینگ خودمون دی آی آر. خب اومدیم توی پروژم و من میام اونجا پروژم رو اوپن و بعد مثل شما، نه من مثل شما نیستم، در واقع یه پروژه رو تمام کردم چند وقت، من یه دو هفته یه لاراول نگاه نکردم، ولی خب یه نگاه بعد بهش بندازید، فراره دیگه هم یادش میره به چه صورت هست. میگه لاراول پلاگین رو فعال کنم، میزنم یه ام پی ام اینا رو نمیخوایم فعلا، ولی حتما باشو کار داریم، مثلا خودش بحث وب پک رو کامل توش بررسی میکنیم. این هم که نمیخواد و وای میسیم تا فایل ها رو بشناسه و هیچ فولدر اضافه بهش اضافه نشد، احتمال داره تو ورژن جدید مثلا شاید بیان تست رو صحبتش هستش یا ببرمش توی استوریج یا اینکه هستش، من نمیدونم داکیومنتش هم چه حرفایی هست، احتمال داره کمتر بشه. بعد تو پروژه اگه نگاه بکنید من دپلوی که کردم پابلیک و کمپلت از بین بردم، خب وقتی که میره روی هاست اصلا شما نیاز به فولدر پابلیک نداری، هرچی که تو پابلیک هست میارید بیرون. حالا بحث بوت استرپ و ایناش هستش که توی فایل ایندکس ما با ایندکس عملا کاری نداریم، خب فقط اینا رو که دارید شما میبینید فایل ها رو میایم کمپلت، حالا دپلوی رو برید ببینید در دوره یه دوره من گذاشتم گفتم بچه من سایتش رو زدم رفت بالا. دو جور دپلوی داریم، من دو مدل دپلوی رو گفتم، آها اینا اینه، دو مدل دپلوی رو گفتیم و اینم که دپلوی آخرش بود که یه مقدار توش سئو رو هم گفتم، یعنی در اون سئو هم چجوری چه کاری رو انجام بدیم. خوب حالا ایشالله البته خودم پروژه میزنیم، ایجکس اینا رو هم توش گفتیم، حالا باز توی این دوره که خودم پروژه رو میزنیم سر میخواییم پروژه دو تا پروژه خواهیم زنیم، یه دونه با لایو وایر میزنیم، یه دونه با همین چیزی که اینجا دارید میبینید، یه دونه وبسایت خواهیم میزنیم و ایشالله تایم هم بشه از ای پی آی اینا رو هم بررسی خواهیم. خب بریم سریع جمع جورش بکنیم و هرچی ما بریم سمت پروژه بهتر. خب اینم که خوند و بریم سراغ ایاتون باشه میرفتیم تو کدوم پوشه، میرفتیم تو روت، فعلا ما با وب کار داریم، اینجا قرار هستش که شما مسیرهاتون رو بدید
با پابلیک کار داریم که قرار هستش اشتیم سید. حالا بوت استرپ ایناتون رو قرار بدید، من میام بوت استرپ. ببین بعد ما همین رو دانلود میکنیم، اما الان اینجوری نیستش که من آیا قرار هستش که خودم همه فایل ها رو بیارم. نه، عین ریاکت که شما میاد همه چیز رو مثلا یه ام پی ام میزنید، نوت پکیج منیجمنت که هستش، میاد میرید مثلا بوت استرپ میگه، جی کوئری میگیری، پاپر میگیری، چه میدونم فونت آسم میگه، هر چی که فکر میکنی اینور توی لاراول هم میتونی اینا رو بگیری و اضافهش بکنی. راه داره به موقعش میرسیم اصلا به فک و ام پی ام و ام پی ام اینا هستش با همی در ارتباطم. خب بریم سراغ اینکه حالا من فعلا اونا رو یاد نگرفتم، نمیدونم چیه. میام اینجا توی پروژه هم توی لاراول اینجا توی نه اینجا لاراول لایتک چشم نهاشش و پروژه اینجا مثلا وبسایت میاد میره توی پابلیک HTML CSS داره. ما فعلا ایشون رو کپی میکنیم و میام اینجا توی این پروژه همون آره پیستش کنم. حالا میاد یه فولدر دیگه درست پاس هم بکنم به نام بوت استرپ به نظرش تو اون دست هم میمون با برمش. خب میام اینجا و اینا هم کاری نداریم. خب اگه یادتون باشه چیزهایی که اومدیم بررسی کردیم اینجوری بود که یه ریویو فقط بشه وگرنه قرار نمیشه یه کار رو انجام بدیم. به این ترتیب هستش، حالا از الان دیگه کم کم یاد شما اومدیم جلسه در واقع جلسات قبل که حالا قبل از این بود ما یه کنترلر می ساختیم. این کنترلر دیگه یه دونه بحث اگه تو موشه ویو داشتیم دو طرفه هم بود، چون ویو ممکنه پست و یا فوت و پچ هم داشتیم و این ویومون اینجا در واقع قرار میگیره. یعنی شما اولین کاری که میکنید این کنترلر رو میسازید، بعد ویوتون رو میسازید و بعد ویوتون چیه که جلسه آخر درس دادیم چی بود؟ مدل بود دیگه، گفتیم به دیتابیس بس میشه و مدل تو اینو تو ذهنتون همیشه داشته باشید. مدل هم دو طرف است، روابطش با کنترلر و ایشون هم که دی بی ما یا دیتابیس دی بی من هستش که من میتونم چهار تا عمل اصلی رو توش انجام بدم، کرات و کریت و آپدیت و دیلیت و رید رو بیام انجام. این تو ذهنتون باید شما باشه برای هر استپ، برای هر قسمتی که میخواید بیاید پروژه‌تون رو طراحی بکنید این قضیه رو دارید. حالا یه مقدار حرفه‌ای‌تر میشه میرید جلوتر مسئله حرفه‌ای‌ترش رو بررسی می‌کنید، مثلا روابط بین در واقع جداول که حالا تو پایگاه داده خوندید وان تو وان، رابطه که یه جدول با یه جدول می‌کنه، وان تو منی معکوسش، منی تو وان، منی تو منی، هاز تو منی، پلیمورف داریم، بحث پلیمورف رو بررسی می‌کنیم. پلیمورف رو فقط فریم‌ورک لاراول داره، یعنی مثلا چیزی داره جنگو نداره. خوبی لاراول اینقدر مثلا قدرتش زیاده. حالا در مورد اونم پلیمورف رو هم کامل صحبت می‌کنیم و مثال‌های متفاوت می‌ذاریم و مثال‌های مختلف خروجیش رو می‌بینیم. امروز من می‌خوام سریع‌تر برسیم به مثال‌ها و شما بررسی بکنید و متوجه بشید. خب بیایم اینجا، ما توی اپ یه گزینه داشتیم به نام HTTP و تو کنترلر و مدل رو هم که داشتیم که فعلا یوزر که ایشالا تو آتنتیکیشن هستیم در موردش بررسی میکنیم. پرووایدر هم که خودتون میدونید چی بود دیگه، من در مورد لایف سایکل صحبت نمی کنم. می اومدش این لایف سایکل می اومدی پرووایدر ها چیا بودن، همون مواردی بودن که می اومدن انگار تو همون فروشگاه ما قرار می گرفتن و ساخته می شدن و شما می تونید صدا بزنید استفاده بکنید. مثلا اپ پرووایدر، مثلا روت سرویس پرووایدر، اینا رو با هم حالا آتنتیکیشن رو کار می کنیم، ایونت رو کار می کنیم، برودکست هم اینا رو بهشون خواهیم رسید. خب من باید بیام اول یه کنترلر بسازم. خب برای ساختن کنترلر خب من جوی پی اچ پی آرتیزان پی اچ پی آرتیزان سرو رو میزنم و بیا برای من شروع کنم راه گرفتن یه خروجی بگیرم لوکال هاست و خب یه همچه خروجی رو خواهم گرفت. میام یه کامند پرامپت دیگه موازی من باز کنم دیگه. بیایم اینجا PHP Artisan
دیگه یادتونه گزینه میک رو استفاده میکردیم برای کنترلر. دشت آر میزنید براتون اسمشو نهشت. آره خودش هم داره میگه اینجا خودش داره میگه دیگه، میگه آرگومانی که داری میذاری کافی نیست، حالا بعدا تو آرتیزان برسیم بررسی میکنیم. اینجا میگه اسلایدر رو اسش رو بزرگ کرد، یه چیز میدیسی دیگه پاسکال که اسم میزنید و براتون میسازه اسلایدر پوست، همه اینا رو میتونید بزنید داشته باشید. میاد اینجا برام تو اینجا قرار میگیره، میتونم بندازمش تو یک فولدر، نحوه ساختن فولدر رو میدونید چی جوریه دیگه، میتونم بیام اینجا این رو دیلیتش کنم، اینو میتونید توی فولدر قرار بده، بعدا قرار ازش رو پروژه هایی که درست بکنه مثلا فولدر پوشه ادمینستریتور داشته باشه، میتونید به اینجا رسید پیش بارد بزن اینکه فولدر مثلا یک پوشه ادمین هم آره مثلا پیش بزنید ادمین مثلا سنایدر کنترولر داشت مثلا در طور سیزن را که همراه با پوشه میسازه و توی این قرار میده. خب دیگه از این بعد بخواییم کنترولر هاتون رو بسازید یا اینجا قرار میده پروژه نهایی میایم این کار رو انجام میدیم. فرض کنم من به عمد دارم میذارم شما دارید من هاشم بشه. خب بعد چیکار بکنید؟ اولین کاری که کنترولرتون رو ساخته دیگه حالا این تو ذهنتون هستی که قرار ازش سلایدر پست مثلا پر داکتات و مثل چه بدونم SEO تو دیگه اون بحث منوی پایین حالا اینفورمیشناتون لینکاتون ریلیشناتون هر چی که هست میاد قرار میگیره. بیا مثلا تیمتون گالریتون فنسی باکستون هر چی که هستش به این شکلی که تو ذهنتون داشته باشید باید قرار هستش که ساخته بشه. من میام اینجا می‌نویسم روت و خب دیگه گیت و اینا نداریم، ریسورس در جا بیاد هفته رو قرار بده. من اینجا یه سلایدر میذارم و میتونید بدونید که سلایدر کنترلر خودش هم ببینید پوشه ادمین برای تو خواهد بودش دیگه نیاز نیست و کلاسش رو کلاسش هم یعنی که کل متد هایی که داخلش هستش رو ببرم و اد کن. نکته بعدی که خیلی مهمه پارامترش دیگه، پارامترش رو اگه باشه میگفتم بذارید نمیدونم یادتون هست نه میام اینجا میام میگم پیش به آرتیزان روز لیست یا اینجا لیست های من رو میذاره. نها کنیم پارامتره یادتون میره شما ها وقتی که میخواید بیاید از فرم استفاده بکنید این پارامتر رو چون به اسم در واقع روتش تحمید این روتش الان ازش استفاده پارامتر هم میشه استفاده لذا یادتون میره حتما این رو پارامترش رو عوض کنید به خودتون راحت کنید مقدار استفاده رو همچه بذارید از نوع هایت. خب و میام اینجا میذارم و میبینید که شد از اون آیدی. خب به نفع منه، اون طرف هم که این داره پینگ میگیره دیگه اصطلاح داره برنامه رو اجرا میکنه. اینو بذارید نمه دست کنید که مخواهی کاری انجام باید در انجامش کنید دیگه مخواهیم حرفه هی بریم جلوتر حرفه ترش کنید. الان من این رو ساختم، کنترولر هم آماده است و قرار هستش که چیکار کنم برم مدل هم رو بسازم. خب قبل از اینکه مدلمون رو بسازیم قرار هستش که دیتا بریزیم مدل رو از این حرفای کار رو انجام بدیم. جلسه قبل مدل کار با مدلمون اصلا تمام نشد موندش چند تا قسمت بزرگش مونده انجامش بدیم تمامش بکنیم بعد بریم یه پروژه باش بنویسیم هر همراه با هم شروع کنیم نوشتن که تمامش کنیم دیگه بریم سراغ بحث مباحث انتهایی. خب بیام اینجا من خب دیگه حالا باید برم سراغ چی؟ مدل. بیام اینجا مرحله بعدی میرم سراغ مدل پی اچ پی آرتیزان میک مدل. خب اسم مدل هم میذارم اسلایدر، میتونید بعدا یاد بگیرید مثلا میزنید داش ام سی آر ام یعنی چی؟ مایگریشنش برای اینکه وصل بشید به تیبل دیگه نهید اینجا مثل من شروع کنید تیبل رو ساختن و مواردش رو درست کرد. سی یعنی کنترلر، آر هم یعنی که ریسورسش یعنی هفتاش رو بسازید کامپلت و یه دستور شما میاد کنترل و مارگرشن رو و مدلتون میسازید شروع میکنید باش کار کردن. خب الان ما فعلا هیچ کدوم رو بلد نیستیم فقط مدل رو بلدیم، میزنیم مدل رو برام بسازه. میام این طرف خب میام میبینم که مدلم رفرش شد میام تو اسلایدر. خب جلسه قبل در مورد مدل صحبت کردیم میشه پروتکتد دالر تیبل مقدار میشه چی؟ اسلایدر. یعنی شما اگر اسم
جدولتون باشه مثلا اسلایدرز، میان اینجا اسلایدرز رو معرفی میکنه، یه اسلایدر باشه میان معرفی میکنه. آیا همیشه باید این کار رو انجام بدیم؟ نه، بعد از پایگرش میفهمید جدولایی که میان تعریف میکنید باید مفرد مدلتون باشه. خب یعنی اینجوری هستش که میام اینجا مثلا این رو تعریفش میکنم، مفرد یعنی که اصلا همون شاخصه خودش باشه دیگه، مثلا اسلایدر اسمش رو بذارید مقدار اسلایدر میاد وصف میشه، چه میدونم اگه پوسته بیاد بشه پست، نه ادریسی پست، چه میدونم اسلایدرز اسلایدر مثلا وبسایت، نه همون مدلی که دارید اسمش رو تیبلت رو هم همون مقدار رو میذارید. نکته بعدش اینه که حالا بعدا ماگرش رو یاد گرفت، ماگرش میشه جمعی، یعنی اسلایدر باشه میشه اسلایدرز، خودش میسازه براتون. یعنی الان اینجا من میومد مثلا زدم ام سی آر میومد جمع مدل رو قرار میدادش. حالا اینا قاعده‌ای هستش که بهش میرسیم بررسی میکنه، ولی خب اینجا من الان دارم تعریفش میکنم، نیازم نیست تعریفش بکنم. چرا؟ چون این هم نام مدل من هستش و خودش به صورت بای دیفالت کانکت میشه. ولی اگر شما اومدی و حواست باشه اومدی هر عنوان و من یه پروژه دارم به نام لاراول و یه اسلایدر رو باقش بود، شما به هر عنوانی اومدی اینجا جدولی رو درست کردی، حالا بعض کنش اسلاید اسلایدرز، خب نوشته اسلایدرز دوست داشته، اما من میخوام اینجوری یا اسلاید، خیلی هستن مثلا دوستان اسلاید رو دیبی میزن، خب دیگه اینجا میشه چی؟ اسلاید دیبی دیگه نمیتونی بذاری اسلایدر رو برمیدادش روش بس میشه. خب حالا یکی میاد اینجوری میذاره، یکی هم مثل من از قاعده خودش درمان استفاده میام اینجا 8 تا مقدار رو قرار میدم، اوکی میزنم، خب میدونم آیدی از نوع اینتیجر اوتو اینکریمنت و زمپتونم آپدیت کنید، پی اچ پی جدید اومده و اینجا میزنم ایمیج و برکردیم برکر 255 خودمون کپشن داشته باشه، برکر خودمون و این هم 255 و این هم باشه مثلا لینک، مثلا میخوام روش کلیک کنم لینک هدایت بشه 255 و پابلیش، پابلیش هم داشته باشیم بولین از دیفاین، از دیفاین صفر مثلا صورت بای دیفالت باشه، یا پایین سیو رو میزنم برای من خواهد ساخت. اگه یادتون باشه توی مود، حالا یادتون نیست میخوام به ارورش برسیم، خب بعدم اینجا بروز رو زدم، میتونم یه اینجا اینسرت کنم حالا یه سر دیتا رو تست مثلا پرس کنم دات جی پیگ تست خودمون و اینجاش هم باشه اشتی پی اس مثلا جلد مقدارشون میذارید و اینکه میزنید بروز و چیکال کپی همین چهار تا سه تا یعنی تایی تایش میزنید و سه تا رزنید. خب شیش تا اومدیم مقدار رو عوض کرد، یه مقدار قیافه زم عوض شده، خب نسبت به قدیمی تیبلاش آدم ها قشنگ کرد. 6 تا دیتا دارم توش، الان میخوام هدایتش کنم دیگه، میدونم روتم رو دادم اسلایدر، میدونم که کنترلر هم میتونم بیام اینجا برگردم میگم که مثلا داله کوئری اون دارم از الان شروع کنم مدل هایی که کار میکردم، مدلمون رو اومدیم اینجا تیبلمون رو نوشتیم اسلایدر و میام چیکار میکنیم، میام می‌نویسیم که اسلایدر تو همه چی تو من بده آل و ریتر مثلا این هم اسمش بزنم سلایده و اینجا الان رفرش بکنید چه اتفاقی نمیفته، مسیر کنید مقدار سلاید دیر نه دیر میدید و میبینید که میگه آنان دیتابیس اسپرینگ، این چیه مشکلش؟ لاول برش میزنید و دیتا رو میکشه بیرون، 6 تا دیتا داریم و 6 تاشو کشید بیرون، نحوه کشیدن دیتا بیرون توی
چیه توی مدل الکترونیک دیگه، الکترونیک داریم استفاده می‌کنیم، او آر ام دیگه. من اینا فرض می‌کنم یادتون باشه، حالا دیگه نمی‌دونم باشه. میام تو ویو، میام اینجا و دقیقا این عکسی که اینجا کشیدم رو الان کنترل رو ساختم، مدل رو دارم، دیتا رو تو دیبی دارم، حالا میرم ویو درست کنم. میام اینجا می‌نویسم اسلایدر و کلیک راست و اینجا مقدار لاراول می‌نویسم اسم بلیدم، اسمش رو می‌نویسم ایندکس و توی ایندکس هم خب مشخصه شما یه دونه ایاتون باشه چی درست می‌کردی؟ لی‌آوت. این پروژه تو همین شکلی ها، یعنی مثلا در واقع میاد یه لی‌آوت می‌سازید، حالا برای اینجا خیلی مرتب داره، فرانتتون جداه، بک‌اندتون جداه. یه دونه من پروژه براتون می‌نویسم، حالا دو تا قرار بنویسم قشنگ دستون راه میفته. خب لیاتسمون اسم این میشه مثلا مستر و توی مستر هم دیگه در از اینکه کل پروژه تو میاد اینجا آدرس دهی بشه، مثلا بتونم مثلا این رو مینویسم و CSS هاتون رو اینجا قرار میدیم. لینک این هم یه دوره به همه اون چیزی که داشتیم CSS و تو سراب این رو این هم که جاوا اسکریپت اسکریپتمون بود و اسکریپتمون مقدار سورس و این هم که asset و js و اول jQuery بعد هاپر بعد هم چی بود؟ بوتستراپ مین. یه دونه هم ییلد بذارید دیگه، ییلد جی اس و یه دونه هم اینجا ییلد سی اس اس. اینجا هم که میشه پروژه‌تون اساسش رام بشه، میک وبسایت و اند میک سایت و سیکشن و کلاس کانتینر فلوید و هدینگ صفر و و این هم ییلد کانتنت. خب میام اینجا دیگه با این کاری نداریم، توی ایشونش اکستند و لی اوت مستر ات ساین سیکشن کانتنت و مقدار ان سیکشن. بیا اینجا مثلا فرض کنید که کلاس مثلا پروداکت رو پروداکت نه همون سلایدر سلایدر و سکشن کلاس رو و ام زف و یه سکشن هم داری کلاس پول شیش و آف سف سف و این هم جامبوت رو بذاریم انتیتاپ مثلا رو هم بدیم و اینجا قرار است که دیتا رو بیم دونه دونه نمایش بدیم. خب حالا قرار دیتا رو اینجا بفرستیم، من اینجا ریتر میکنم ویو دیگه، میدونید دیتا رو من الان کاملا از طریق در واقع مدل تونستم بگیرم. یا میگم اسلایدر ایندکس از چی استفاده میکردیم؟ فام فکت مقدار اسلایدر رو بهش پاس میدیم، دستوری داشتیم به نام فور else اسلایدر. میام اینجا بار میگردم میام که h1 interpolation item مقدار آیدیش رو میتونیم بذاری، بعدیش میشه image و بعدیش میشه مقدار link، بعدیش میشه مقدار caption و بعدیش هم آبیش و یه دارم hr میذارید که جدا کنه. اینم که h1 مینویسیم no data. خب در حالتی data هست میزنیم و میبینید که data ها رو کاملا کشید بیرون رو داره اینجا نمایش میده. این بحث چی بود؟ read کردن یا خوندن. حالا read کردن کلی داستان داره. اینجا هم که من اومدم مقدار سلایدر رو گذاشتم، اگه نظاره من بازم هیچ مشکل نداره و میاد براتون میخونه. آها سلایدر چرا من پاکش اسم چی بود؟ سلایدر و لاراول سلایدرز سلایدرز نداریم چه اینجوری که
میام اینجا اجرا میکنیم علامت، میام اینجا و تیبلتون هستش اسلایدر دیگه. آها باید جمع باشه، این باید جمع باشه. خب توی مایگریشن که میزنید این باید مقدار جمع باشه. خب من مقدار جمع نذاشته باشه، این باید مقدار جمع باشه. حالا اگه میومدم اینجا این رو میکردمش در واقع یه اسمی که داره، بیام برم رینیمش، بیام برم توی گزینه استراکچرمون پریشن که پایین می شود عوضش. خب این عوضش کنیم، مثلا بکنیم سلایدرز، نه بلش همین جوری باش بسازید فرنت ها، بعدا عوضش کنیم، مقدارش عوض کنیم. میشه از TSQL استفاده که من عوض کرده بلش. همین با اسلایدر کار بکنید. اینجا میگه که اگه میخواید در واقع نذاری باید مقدارش بشه اسلایدرز، یعنی جمع مایگریشن باشه. خب جمع تیبلتون باشه که من جمع نذاشتم، من مفرد نذاشتم، بعد مقدار رو جمع بزنید. خب میگم اینجا حالا فعلا به این شکل داریم میذاریمش تو برسه مایگریشن، اونجا خودتون خب میبینید متوجه میشید به این شکل اومدیم دیتا رو کشیدیم بیرون.